حدود 50 درصد جمعیت جهان رو خانم ها تشکیل میدن که بعد از سن بلوغ سیکل نشون شروع میشه. دردهای قاعدگی یکی از معروفترین و شایع ترین تو خانم هاست. تحقیقات نشون داده که کسایی که گروه خونی او دارن و آ دارن و کسایی که کمبود ویتامین D و ای دارن این دردها توشون بیشتره. سلام امیدوارم حال دلتون عالی لبتون خندون باشه. من علیرضا هستم تو این ویدیو قراره در رابطه با دردهای قاعدگی علتش و راه درمانش به توضیحاتی رو بدم اگه دوست داری اونا رو بدونی در ادامه با من همراه باش اگر خانم هستید حتما با این موضوع مواجه شدین که ممکنه به علت درد قاعدگی چند روزی مدرسه یا دانشگاه نرفته باشین یا حتی از سر کار مرخصی گرفتین خب علت این درد چیه راه درمانش چجوریه قبل از اینکه علت و درمانش رو بهت بگم اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب بزنید زنگوله کنارش رو فعال کنید اگر هم دارین اینستاگرام ما رو دنبال میکنید ما رو فالو کنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر باشه خب علت اصلی اون خشکی عروق و عضلات داخل رحمه که باعث میشه که گیرنده های درد تحریک بشن و درد قاعدگی اتفاق بیفته اما چه عواملی روی خشکی موثرن یکی از مهمترین اونها رژیم غذایی نامناسبه رژیم غذایی شما در طول ما کیفیت قاعدگی شما را مشخص میکنه سعی کنید که در طول هفته در طول هفته آخر از این موادی که بهتون میگم کمتر استفاده بکنید ماکارونی، لواش، نان توست، نان باگت اینا رو کمتر استفاده بکنید موادی که جمع کننده هستن مثل سماق و اینا رو کمتر بکنید دومین عامل ورزش نکردنه وقتی شما ورزش نمی کنید از دولت شما خوش میشن و زیاد استفاده نمیشن و نتافذیر اونا کاهش پیدا میکنه پس روزانه ده دقیقه ورزش کردن به کیفیت قاعدگی شما و کاهش درد شما خیلی میتونه تأثیر گذار باشه سومین عامل استفاده از مواد کافئین دار و چای سبز استفاده زیاد از مواد کافئین دار مثل قهوه نسکافه و چای سبز میتونه درد قاعدگی شما رو زیاد بکنه پس سعی کنید اونها رو در طول ما کمتر استفاده بکنید اما راه درمان چیه؟ راه درمان اینه که شما این عضلات رو از حالت انقباز و خوش‌شدگی خارج بکنید. به صورت موضعی میتونید از کمپرس آب روغن بابونه و سیاه دانه روی کمر و زیر شکم استفاده بکنید. میتونید از بادکش کشال ایران هم استفاده بکنید. خیلی میتونه موثر باشه. گذاشتن حنا روی سر، روی باز شدن عروق و ارتباط بین مغز و قسمت تناسلی خیلی موثره. از حجامت ساقه هم میتونی استفاده بکنید در صورتی کمپونی نداشته باشی. به صورت خوردنی ترکیبی که بهت میگم سه روز قبل از پریود تو گرم کردن رحم و کاش درد قادگی بسیار موثره بابونه، بادرنج بویه، سنبولو تیب، استخدوس، گلوگاف زبان همه اینا رو با هم ترکیب میکنی با چار الا پنج لیوان و روزانه استفاده میکنی سه روز قبل از سیکل ماهیانت میتونی با کمی اصل و نباتم شیرینش بکنی استفاده از دود دادن, یعنی دود دادن سیاه دانه و آنگوزه یه دامن بپوشی و سیاه دانه و آنگوزه رو دود بدی زیر دامن این توی گرم کردن رحم باز کردن عروق و جلوگیری از خوش شدن عضلات خیلی میتونه موثر باشه اما اگر سیکل ماهیانه اتفاق افتاده و الان درد خیلی شدیدی داری و آستانه دردت پایینه میتونی از مسکن هم استفاده بکنی از بهترین مسکنها ها شیاف دیکلوفناکه که خیلی روی مورد تاثیر خوبی داره اگر از شیاف دیکلوفناک نداشتی میتونی از ایبوبروفن استفاده بکنی اما استفاده مداوم از شیاف ها و مسکن ها باعث میشه که اون گیرنده های درد بلوکه بشن و اون درد که نشانه یک خشکی از شماست همچنان وجود داشته باشه و به تدریج باعث بیماری هایی مثل مثلا فیبروم بشه زخامت رحم بشه کیست تختان بشه و مشکلات بیشتری واسه شما ایجاد بکنه پس به صورت اورژانسی میتونی از مسکن ها استفاده بکنی ولی استفاده مداوم از اونها توصیه اصلا نمیشه ممنون که تا این تا این ویدیو همراه من بودی اگه این ویدیو واسات مفید بود حتما اون رو لایک کن واسه دوستاتم بفرست دو تا ویدیو هم این تابت پیشنهاد میشه میتونی اینا رو هم تماشا بکنی